خیلی قشنگ میخوند و خیلی جدی و حرفه‌ای و همیشه به جا و کارشون فوق‌العاده بود. یه زن فوق‌العاده‌ای بود، هم از نظر فکر، هم از نظر مدیریت و هم از نظر نوآوری. به عنوان یه فرزند به نظرم وای مادرم عجب یک موجود خیلی استثنایی بزرگ و مشهوری بود و من همیشه خیلی مجذوبش بودم. چون اگر منیر نبود اپرا در تهران را به راه نمی افتاد. اینقدر از زمان خودش جلوتر بود که واقعا کسی نمیتونست باور بکنه. در افسانه ها آمده پرنده ای است که تنها یک بار در عمرش می خواند، اما زیباتر از همه موجودات دیگر. از لحظه که لانه را ترک می کند به دنبال بوت خاری می گردد و در میان شاخه های وحشی خود را به تیزترین تیغ بوته می چسباند و در حالی که جان می دهد آوازی می خواند زیباتر از نغمه چکاوک و بلبل، آوازی بی نظیر به بهای زندگی. مادرم منیر وکیلی در سال 1302 در تبریز متولد شد. پدر بزرگم سالهای تحصیلیشو در فرانسه گذروند. خیلی خیلی شیفته موسیقی بود و همیشه به تمام برنامه های اپرا میرفت، به برنامه های کنسرت های کلاسیک میرفت و هرچی صفحه اپرا میتونست جمع بکنه کلکسیون میکرد و با خودش میآورد ایرون. وقتی که بر میگرده به ایران، مادرم خیلی کوچیک بود، این صفحه ها رو گوش میداد و از کودکی آواز میخوند، عاشق تئاتر بود، همیشه برنامه بر خودش درست میکرد با دوستاش، لباس درست میکردن، تنشون میکردن و خلاصه خانواده خیلی شاد و فرهنگ دوست و هنر دوستی بودن در تبریز. پدر بزرگم وکیلی نیکجود وقتی که رئیس گمرک میشه میان با خانواده به تهران. البته ماموریت‌های مختلف داشت به همدان، کرمانشاه، جاهای مختلف، ولی وقتی که در راه تهران هستن با بچه‌ها و خانواده، همه خانوم و اینا، یه تصادف ماشین میکنن و نزدیک بود همه از بین برن، ولی خدا رو شکر خانواده از بین نمیره، ولی مادر بزرگم مثل که صدمه میبینه، یه به مغزش صدمه میرسه که بعد از چند سال فوت میکنه. مادرم 8 سالش بود که مادر بزرگم فوت میکنه و مادرمو میفرستن به شبانه روزی امریکایی‌ها در همدان. اونجا مادرم از کودکی شروع میکنه آواز خوندن و آهنگای مسیحی ها رو میخوند و توی کلیسا میخوند و این حرفا. از اونجا همه متوجه میشن که منیر چه صدایی داره. بعدها بر میگردن به تهران و به خاطر اینکه این صفحه هایی که پدر بزرگم آورده بود به ایرون، مادرم تمام این آهنگ های اوپراها رو هم یاد گرفته بود.
در همون موقع شروع شده بود که این آهنگای محلی رو داشتن جمع‌آوری می‌کردن از این ور اون ور و مادرم شروع کرد آهنگای محلی رو هم اجرا کردن. فکر می‌کنم در یکی از این برنامه‌هایی که در یکی از این تالارهای نمان فردوسی بود که مثل که یه چند نفر از سفارت فرانسه اونجا بودن که اینا صدای منیر رو که میشنون میگن این صدا فوق‌العاده است و ما میخواییم یه بورس تحصیلی به ایشون بدیم که برن فرانسه تحصیل بکنن. بالاخره این برنامه درست میشه، با پدر بزرگم با هم میرن به پاریس، در کنکور شرکت میکنه و این کنکور خیلی کنکور سختی هم بود اینجوری که من فهمیدم، ولی مادرم قبول میشه و این بورس تحصیلی رو هم که بهش میدن و در حدود 4 سال فکر کنم دورش 4 سال بود میره به کنسرواتوار و تدریس آواز میبینه و تئاتر، چون که اون موقع تئاتر هم بود، یعنی باید بازی رو هم یاد میگرفت. امروز ما روبروی ساختمون کنسرواتوار ناسیونال سوپریور دو موزیک هستیم، شماره 14 روی دو مادرید، جایی که مادرم منیر وکیلی برای 4 سال تعلیم آواز و بازی در تئاتر رو آموخت و بالاترین افتخار براش این بود که در این مدرسه درس بخونه و دیپلمش از این آکادمی بگیره. مادرم و پدرم دکتر عبدالمجید مجیدی برای 4 سال در پاریس زندگی کردن و هر دو دانشجو بودن اینجا. مادرم درس آواز و تئاتر میدید و پدرم حقوق درس میخوند در دانشگاه پاریس و 4 سالی که اینجا بودن با هم عاشق شدن، با هم معاشرت میکردن، با هم تو این خیابونای پاریس را میرفتن، تو کافه هاش میشستن، با دوستاشون گرم میشدن تو این سرمای پاریس وقتی که زمستون بود و بعدم هر دو بعد از تکمیل درسشون به ایران بازگشتن. من دانشکده حقوق دانشگاه تهران میرفتم و برای اینکه فرانسه رو تربیت کنم رفتم به یک کلاسی که مال دوستان فرهنگ فرانسه بود به اسم اسوسیاسیون دز امی دو لا کولتور فرانسیز. در اونجا منیرم آمده بود که فرانسه رو چیز بکنه، چون منیر مدرسه آمریکایی رفته بود و زبان اولش دانی زبان دومش انگلیسی بود، اونجا باید فرانسی یاد بگیره. اینکه من با هم اونجا آشنا شدیم، از اونجا داستان ما شروع میشه. بعدا وقتی من اومدم فرانسه برای تکمیل تحصیلات، اونم اومد به فرانسه. در فرانسه خیلی با هم نزدیکتر شدیم تا اینکه کارمون به ازدواج کشید و دختر اول من شهرزاد که بهش زازا میگیم اون در سال 53 اونجا به دنیا اومد. وقتی که مادرم شروع کرد به آواز خوندن و هنوز فکر میکنم 14-15 سالش بود، خانم لیلی بارا معلم اول صدای مادرم بود و این خانم صدای مادر منو متسو سوپرانو تشخیص داد. ولی در بعد از اینکه مادرم به فرانسه رفت اونجا گفتن نه تو سوپرانو هستی و اینجوری خیلی رولای بزرگتری بهش باز شد. Thank you.
مادرم عاشق پوچینی بودش و خیلی از رول‌های بزرگ اپرای پوچینی رو مادرم بازی کرد. یکی از بهترینا مادرم باترفلای بود و چند بار مادرم در رول باترفلای در ایران ظاهر شد، هم در تلویزیون هم روی صحنه تالار کودکی. اپراهای مشهوری مانند مادام باترفلای و لابوهم بارها و به زبانهای مختلف در سراسر جهان بر روی صحنه رفته. اما حتی خانواده منیر وکیلی از اجراهای اپراهای او در ایران نسخه‌ای در دست ندارند. اپرای دیگه که خیلی دوست داشت لابوهم بود در رول مینی. ۲۳ اپرا بازی کرد مادرم. این 23 اپرا بعضیاشون سخت‌ترین اپراها بودن. به نظر من بهترین رول مادر من در رول مادام باترفلای بود. من که خیلی کوچیک بودم، 6-7 سالم بود، برای تلویزیون ثابت چند صحنه از مادام باترفلای رو اجرا کرد که منم رول بچه رو بازی کردم. و اینقدر باورم میشد که آخرش خودشو میکشه که هر دفعه پشت صحنه من زار زار گریه میکردم. اون موقع برای من رقص چیز عجیب غریبی بود که توی ایران داشت شروع میشد به وجود اومدن، ولی دیگه شنیدن اپرا برای من خیلی عجیب غریب تر بود که ما یه همچین هنری رو داریم در ایران به وجود میاریم و سالونی وجود داره و میشه کامل یه برنامه مثل مادام باترفلای رو در اون اجرا کرد، که اون موقع من یادم مامانم منو به تالار فرهنگ برد و خانم وکیلی اجرا میکردن و دخترشون هم روی صحنه بودن، همون دختر کوچولویی که کلاس بالا میامدن. کاری که مادر من کرد برای آهنگ‌های محلی بومی ایران یک کار بی‌نظیری بود. یعنی در سال 1958 8 آهنگ محلی رو در فرانسه ضبط کرد. این صفحه جایزه شارل کروس بالاترین جایزه بود که در دنیای موسیقی میدادن به هنرمند، به آهنگساز، به خلاصه در اون زمینه، و این سفر رو جایزه اول بهش دادن که این یعنی بالاترین بود. خانم منیر وکیلی که ما به این اسم میشناسیم و مشهور بودن در برپایی اپرای ایران نقش بسزایی داشتن، و علاوه بر این که خب خودشون کسی بودن که مبتکر خوندن آوازهای محلی ایران با صدای اپرای آپراتیس شدن و ترانه های محلی ایران رو به زیباترین شکل و وجهی در پاریس ضبط کردن، جای قدردانی هست. عزیز چون دست من بردامان تو، عزیز چون دست من برگردان تو، چرا خونه به درگاه خدا نالان
به نظر من مادر من این کاری که کرد فوق‌العاده بود و چقدر من ممنونم از آقای روبی گریگوریان، آقای فکر می‌کنم مبشری، آقای دهلوی، آقای خلاصه زیادن کسانی که صدای مادر منو انتخاب کردن که صدای اول تمام آهنگای محلی ایران باشه. خلاصه فکر می‌کنم این کار مادر من بی‌نظیر بود که هنوزم وقتی که آدم این آهنگا رو می‌شنوه تکون می‌خوره، اصلا باورش نمیشه. آهنگ دیگه‌ای که واقعا فکر می‌کنم مثل حالت امضای مادرم شد آهنگ توبیوست. کار دیگه مادر من فکر میکنم در کار هنرش این بودش که اولین گروه اپرای تهران رو تشکیل داد با همکاری خانم اولین باغچه‌بان، خانم فاخره صبا، آقای حسین سرشار، خانم فریده وحیده فتورچی. اینا یه گروهی بودن که اولین گروه اپرای تهران رو تشکیل دادن، ولی همه جا و از همه شون من همیشه شنیدم که منیر کسی بود که ما رو جمع کرد، ما رو منظم و چیز کرد و کار این گروه اپرای تهران رو اگه منیر نبود، مدیریت منیر بود که ما تونستیم این گروه را بندازیم و این اپراها رو شروع کنیم به اجرا کردن. اپرا در تهران را به راه نمی افتاد. اما آقای پرپور که وزیر فرهنگ بود اینقدر اعتقاد به منیر داشت که همینطور هم او کمکش میکرد هم دیگران، به اینجا تونست در ایران اپرا را بندازه و منیر از این جهت یه خدمت بزرگی در واقع تجدد به ایران کرد. خیلی مؤثر بودن در خود وجود تالار رودکی و وقتی هم که تالار رودکی درست شد خیلی مؤثر بودن در اینکه کیا اونجا کار بکنن، چجوری کار تقسیم بشه، چجوری اداره بشه و اینمون از اون لحاظ. و بعدن کانتاکت های مهمی هم داشتن در خارج که میتونستن سلام مشورت بکنن با اونا یا از اونا بخوان که بیان کمک بکنن برای یک مدتی. همه میگن که منیر بودش که باعث شد تالار رودکی ساخته بشه. منیر بود که هی پشتش گذاشت، هی فشار می آورد، هی خلاصه یه مهلتی نبود که استفاده نکرد برای این که تالار رو باعث بشه که این تالار زودتر تموم بشه و آماده بشه برای برنامه هایی که در آینده در اون اجرا شد. یه این موردی که من نظر مخالف داشتم شخصا رفت نخست وزیر رو دید و موافقت نخست وزیر رو گرفت. به من گفت ببین باید رفت دنبالش. خیلی چجور بگم
فعال بود، خیلی مصمم بود. تصمیمی که میگرفت میبایست بر طریقی انجام بشه و این پیگیری بودش که در تمام دوران کار هنریش موفقیت براش ایجاد میکرد. با تمام وزرا و این اونم آشنا بودن، مثل با خود وزیر فرهنگ هنر خیلی نزدیک بود، دوست بودن، این اون آشنا بودن. یک چیزایی میتونستن بگن که دیگران نمیتونستن بگن، صمیمانه دوستانه سر میز شام یا این اون. و از اون لحاظ از موقعیتشون استفاده خیلی مثبتی کردن برای پیشرفت تالار دودکی. وکیلی یک سازمانی رو به وجود آوردن که رابط باشه بین تالار رودکی و تلویزیون، چون تلویزیون ملی ایران میتونست به هر کوچکترین نقاط ایران بره و بتونه هنر رو در کوچکترین دهکده های حتی ایرانم نشون بدن. و شاید برای همه مردم این امکان وجود نداشت که بخوان بیان تالار رودکی و از این هنرها استفاده بکنن. و این سازمانی رو که خانم وکیلی به وجود آوردن این بود که از برنامه های تالار رودکی فیلم برداری بشه و بتونه به اقصی نقاط ایران فرستاده بشه، که اولین برنامه این که مدیریتش با خانم وکیلی بود با بالای بیژن منشه بود. همیشه معتقد بودن که باید همونطوری که خودشونم آهنگ‌های فولکلور ایران رو به سبک البته اکادمیک و حرفه‌ای اجرا کرده بودن، ما باید برگردیم به یه نوعی برای هنر مملکت خودمون. کاری کرد که حتما باید راجبش صحبت بشه این استش که یک اکادمی درست کرد برای آواز، 15 تا دختر و 15 تا پسر از تمام ایران اینترویو کرد و گرفت برای این اکادمی که این 30 نفر شبانه روزی تعلیم داده بشن که اینا بشن گروه کر تالار رودکی. Sabzo degaram nas chevo
آواز خوندن و همیشه آواز میخوندم، ولی در سن 12 سالگی شروع کردم آهنگسازی، چون که پیانو درس میخوندم و از اونجا دیگه آهنگسازی رو شروع کردم و بعد هم که دیگه کارم بیشتر آهنگسازی بود. خواهرم هم از من 10 سال کوچیکتره، اون با باله شروع کرد ولی پیانو کلاسیک فوق‌العاده میزد، فوق‌العاده قشنگ میزد و ما همیشه فکر میکردیم که خواهر من پیانیست خواهد شد، چون مادرم آرزو داشت منم پیانیست بشم که نشدم، ولی دلش میخواست خواهرم پیانیست بشه. ولی خواهرم هم کار پیانو رو اونطوری جدی اونقدر ادامه نداد، ولی رفت در کار رقص. از نظر یه مادر فوق‌العاده بود، مواظب همه جزئیات زندگی من و بعد خواهرم که از من کوچیک‌تر جمیله، همیشه خیلی مواظب همه جزئیات زندگی ما بود. بعد تزیین منزل، یعنی همیشه هر منزلی که ما داشتیم، چه کوچولو، خیلی یه اتاق دو اتاق، چه بزرگتر، همیشه واقعا با دقت تزیین میکرد، پرده‌ها رو خودش میدوخت، رو مبلی‌ها رو خودش میدوخت، یعنی خیاطیش هم فوق‌العاده بود و لباسای ما رو هم اغلب وقتی کوچیک بودیم خودش میدوختش و وقتی هم که دانشجو بود تمام لباساشو خودش میدوخت، چه کت دامن، چه لباس، چه پالتو، همه رو. واقعا من همیشه متعجب بودم که چجوری همه این کارا رو میتونه بکنه، واقعا خستگی ناپذیر بود. سانحه رانندگی که منیر وکیلی در کودکی از آن جان سالم به در برد، سالها بعد فرسنگ ها دورتر از وطن در جاده میان پاریس و لاهه به زندگیش پایان داد. اومدیم پرلاشس برای یاد بود از منیر وکیلی، مادرم که به خاک سپرده شد در 28 فوریه 1983. مادرم از پرلاشس خیلی بازدید کرده بود، خیلی دوست داشت، چون که هنرمندای خیلی بزرگی اینجا به خاک سپرده شدن، ولی مطمئنن ایچه ها فکر نمی کرد خودش اینجا باشه، چون که همیشه آرزو داشت در تالار رودکی، در زمین های اطراف تالار رودکی به خاک سپرده بشه. همیشه می گفت اگه روزی من مردم، منو اینجا به خاک بسپرین. صدای آمریکاست.